لندن جز محدود شهرهاییه که وسایل نقلیه عمومیش هم جاذبه گردشگری به حساب میان. علاوه بر تاکسی‌های سیاه و اتوبوس‌های دو طبقه که توی دنیا معروفن، وسایل نقلیه جالب دیگه‌ای هم هست که لندنی‌ها برای رفت و آمد ازشون استفاده می‌کنن. امروز می‌خوام چند تا از اینا رو بهتون نشون بدم. تاکسی سیاه یا درشکه هکنی یکی از نمادهای بریتانیا محسوب میشه و توی لندن هر جا بری می‌بینیشون. روی سقفش یه علامت تاکسی نارنجی داره که اگه روشن باشه یعنی مسافر توش نیست و شما میتونین سوارش بشین. توی این تاکسی ها حسابی دلبازه و بین 5 تا 6 نفر معمولا توش جا میشه. البته اینم بگم که تاکسی سیاه خیلی گرونه. من برای یه مسیر 15 دقیقه حدود 25 پوند دادم. رودخونه تمز از غرب به شرق لندن کشیده شده. این قایقا هم توی همین رودخونه مسافرا رو از این طرف شهر به اون طرف میبرن و در طول راه چند ایستگاه دارن. علاوه بر گردشگرا که از این قایقا برای دیدن جاذبه های لندن استفاده میکنن، خود لندنی ها هم سوارش میشن. برای همین صبح و عصر این قایقا پرن از کسایی که دارن میرن سر کار یا برمیگردن. البته این قایقا هم چندان ارزون نیستن و باید مثلا برای 4 ایستگاه یعنی مسیر تقریبا 15 دقیقه‌ای 9 پوند بدید. اتوبوس‌های دو طبقه قرمز لندن هم خیلی خوشگل و بامزن و هم به خاطر ارزون بودنشون یکی از پرطرفدارترین راه‌های رفت و آمد در سطح شهرن. کرایه اتوبوس 1.75 پنس و با این هزینه به مدت 1 ساعت میتونین هر چند تا اتوبوس که خواستین سوار بشین. در ضمن طبقه بالا جای خیلی خوبیه برای اینکه در طول مسیر از جاهای دیدنی شهر لذت ببرید. مترو لندن با بیش از 160 سال قدمت قدیمی ترین مترو جهانه. این مترو 11 خط و 272 ایستگاه داره و 402 کیلومتر در سطح شهر هومه پوشش میده. این نقشه مترو لندنه که خطوط مترو رو با رنگ‌های مختلف مشخص کرده. الان من باید این خط قهوه‌ای رو بگیرم. مترو لندن یکی از سریع‌ترین راه‌های رفت آمد این شهره. برای همینم حسابی شلوغه، مخصوصاً صبح. از دوچرخه‌های شخصی و کرایه‌ای تا این تاکسی‌های پدالی، دوچرخه سواری یکی از راه‌های محبوب رفت آمد توی لندنه. چون هم به محیط زیست صدمه نمی‌زنه و هم خیلی ارزونه. البته غیر از این دوچرخه‌ها که بیشتر مال توریستان. شما کدوم وسیله نقلیه رو برای رفت آمد ترجیح میدید؟ تو کامنت ها برامون بنویسید.